مایک پومپئو در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا میگه به اروپا اجازه نمیدهیم هم با رژیم ایران معامله کند و هم با آمریکا. باید یکی را انتخاب کند. A number of European countries do business with Iran. The president had formally said anyone doing business with Iran will not be doing business with the United States. CBS. تعدادی از کشورهای اروپایی با ایران تجارت میکنند. رئیس جمهور پیشتر گفته بود که هر کسی که با ایران تجارت کند با ایالات متحده تجارت نخواهد کرد. بنابراین آیا متحدین اروپایی می توانند انتظار داشته باشند که با ایالات متحده تجارت نخواهند کرد؟ مایک پومپئو: این صحیح است. به کشورهای اروپایی اجازه داده نخواهد شد که هم با ایالات متحده و هم با ایران تجارت کنند. صریح بگویم از ماه مه، از زمان اعلام خروج رئیس جمهور از توافقنامه فاجعه بار اتمی، انبوهی از شرکت‌های اروپایی از ایران فرار کردند. همه دنیا درک می‌کند که این تحریم‌ها واقعی هستند. این تحریم‌ها فرصت مردم ایران را رشد می‌دهد که تغییراتی را در ایران ایجاد کنند. تغییراتی که آنها به شدت خواهان آن هستند. این تحریم‌ها رژیم ایران را از داشتن ثروت و پولی که نیاز دارد تا محرک تروریست در سراسر دنیا باشد محروم می‌کند. Stop Iran from having the wealth and money that they need to continue to foment terror around the world. But it's the companies that won't be doing business, not the countries themselves. In other words, they won't be punished by any company. ولی این شرکت‌ها هستند که نخواهند توانست تجارت کنند، نه خود کشورها. آنها مجازات نخواهند شد. اگر شرکت‌ها با ایران تجارت کنند، کشورها مجازات نخواهند شد. مایک پومپئو: بله، این صحیح است. این تحریم ها برای کسانی اعمال می شود که تبادلات قابل تحریم انجام می دهند. وزارت خزانه داری مجموعی از تحریم ها دارد. وزارت خارجه مجموعه تحریم های خودش را دارد. اینها سخت ترین تحریم هایی است که در تاریخ علیه رژیم ایران برقرار شده است. رژیم ایران یک رژیم تروریست است. این رژیم تروریستی تلاش کرد طی هفته های گذشته سوء قصد تروریستی در دانمارک انجام دهد. این رژیم تروریستی به تأمین مالی حوثی‌ها ادامه می‌دهد که موشک‌هایی به سمت ریاض و دبی شلیک می‌کنند. این متوقف خواهد شد. این رفتار باید تغییر کند. رژیم که continues to fund the Houthis launching missiles into Riyadh and into Dubai, that's going to stop. That behavior must change and sanctions from the United States will be reimposed at midnight tonight.